درود بر همیهنان ارجمند شاهین نژاد هستم در یکی دیگه از برنامه های جنبش رونسانس ایرانی از سلسله گفتارهای تحلیل جنبش رونسانس ایرانی از تاریخ معاصر ایران به برنامه 22 دوم رسیدیم و همراه دوست گرامی شهرام آریان و هر چند نشست که جلو میاییم از نکاتی که شما می نویسید و یا جایی به حال باستاب میدید که از ما می که بهش پرداخته بشه می که اگر یه انباشتگی از اون نکات بود یه 20 دقیقه نیم ساعت بستگی داره چقدر زمان ببره رو بهش بپردازیم برای اینکه دوست داریم در خلال این برنامه ها چیز نگفتنی باقی نمونه و اون زمینه ها یا مسائلی که میتونه در پشت پرده باشه به جلوی پرده بیاد و با شما مطرح بشه یه مقدارم به در روند کار میکوشیم که به روش شناسی هم بپردازیم امروز یکی از اون نشست که میکوشیم که این چند شاید ابهام یا پرسش یا نکته که بوده رو بیشتر باز کنیم و بعد جستا رو پی میگیریم که ببینیم در دهه چهل خورشیدی در ایران چه گذشته و چرا آنگونه گذشته رشته سخن رو به دوست گرامی شهرام آیا میسپارم شهرام جان درود بر تو درود جان درود بر بینندگان بله این یکی ها چون تاریخ معاصر هستند و هر کسی یا یه جوری خودش باشون پیوند داره یا یه چیزی در موردشون میدونه یا اونا که سنشون بالاتره حتی یه فرایند دراز رو خودشون دیدن بنابراین نسبت به تاریخ باستانی یا قرن خیلی بیشتر میزان انبازش هست تو اندیشه ها و ما هم که اینجا یه برآورد نوعی میدیم که بغرنجه یعنی از این لحاظ بغرنجه که با اون کلاسیکا فرق میکنه کلاسیکا اینه که یا یک کسانی هوادار مثلا اندیشه جپه ملی بودن بر این باور بودن که ما یه حکومت قانونی نیاز داشتیم پرو قانون اساسی مشروطه و بعد دیگه همه چی خودش حالت درست رو میرفت جلو و کشور هم میتونست گام به گام به جلو خوش تکامل بده آقابت بخیر کنه این باوریه و بعد این, این گروه اون کاری رو که بدن تو پیرامون دربار و محمد شاه انجام شد فولاد محکوم میکنه یا یه گروه هم داریم که میگن که اینی که محمد رضا شاه باید تمرکز نسبی قدرت رو انجام میداد و می ساخت و اینها و در ایران با اون, شیوه دموکراسی فعلا شدنی نبود یا یعنی اینکه این برای خیلی سخت میگیره و بعد دیگه به جبه ملی یا خواسته های اونا در حقیقت درشت میگه هر جفت این گروه ها این ویژگی رو از اون نگاه اسلامی بریک بردن که موضع خودشون رو حق کامل و طرف مقابل رو کاملا باطل میدونن یعنی اینو از آغاز پیش نیاز کار میذارن و بعد شروع میکنن برای این تازه برهان گرد آوردن یعنی کار با پژوهش سازمان یافته فرق میکنه توی پژوهش فرجام باز اوپن ریزالت پژوهشگر هی گرد میاره هی گرد میاره هی گرد میاره داده ها رو و میذاره رو بستر دستگاه اعصابش اعصاب مغزش کار کنه تا اینکه این به یک برایندی برسه که با کدوم دستگاه توضیح دهنده میشه این بستر پدیده ها رو توضیح داد تو مال خاور زمینی های مسلمان این گونه نیست اونا کمابیش بر بنیاد یا گره های عاطفی یا خاطره های آغازین یا اینکه از یک گروه ویژه فکری در آغاز می اومدن تصمیمشون رو از آغاز گرفتن پدیده ها نگاه نمیشنن برای اینکه آدم به یک فرجامی برسه به یک فرجامی رو بهنجه از درون اون دستگاه پدیده ها بلکه پدیده ها رو میگردی تو برای اینکه اون چیزی رو که از پیش درست میپنداری فقط به کرسی بنشونی به, به اثبات برسونی یه به اثبات زوری از اون جایی که این روش تا کنونیه خب مال مای قرد بغرنجه چون طرفی رو نمیگیره این میاد فقط نگاه میکنه که تو اون بستر چی شدنی بوده و چه کارهای آخر سر رخ داده و این طرف این چه بیلان کاری دارن و اینها که من نام اینو گذاشتم نگاه فرنگی برخلاف اون خاورزمینی مسلمان حالا تو این بین تو این برنامه اخیر که من این واژه خاورزمینی مسلمان رو هم هم به عنوان یک مجموعه ای از این توضیح این نگاه به کار میبرم هم به عنوان تنز به کار میبرم تنز تلخ و بیدار کننده که یکی از همیهنان نوشته بود که توی کامنت که شما گاهی قادی مسلمانش هم میندازی میشه خاورزمینی خاور میگی که من این کار میکنم واسه که سه تا حجا پسنداز کنم چون بخر خاور زمینی مو و سه تا حجا بیشتره مروار و اون میگفتش که بله این موقع به ما فشار میاره چون ما یاد این میفتیم که پس خاور زمینی ها ای به ژنتیکی داشته باشن که اینجوریان نه نه این به ژنشون حتما باز نمیگرده بلکه به اون دستگاه اندیشگی که پس از اینکه اسلام در اون منطقه استوار شده حالا ما با ایران همش کار داریم بیشتر این دستگاه ذهنی رو چگونه مسموم کرده و افراد به همین گونه مطلق گرا شدن اینها یعنی من هر بار که میگم خاور زمینی خواهش میکنم تو ذهنتون بشنوید خاور مسلمان حالا با بونه تنز میگیم خاور زمینی خاور اون خاور های دور رو ما داریم در خاور دور که اون اصلا کارنامه شون کنفوسیایی و شینتو و یه چیزی از، خیلی هم کار تو زمینه های. و اینه که اصلا همه رو ما بانه تنز کوتاهش می‌کنیم ولی هر وقت میگم تو زن خواهش میکنم بشنوید خاور زمینی مسلمان یه ام اشاره دیگری هم شده بود که بله این از اون جایی که مدرک بند کافی هست که اون چیزی که جپ ملی درست میدونه اون درسته پس بنابراین هر آنچه که ما اینجا توی نگاه نسبی میگیم اینا همش قصه گویه ای که نوشته بود که با این منطق که بله چون در اون سالهای پس از جنگ جهانی دوم آمریکا دنبال کنترل وضعیت در کشورهای واپس مانده بوده از راه ابزار نظامی کودتاهایی که انجام میداده فشارهایی که می و و یکی از این نمونه هم قراره که هشت مرداد بوده باشه و کودتای آماده شده و کمک کرده پس بنابراین این دیگه ثابت شد که دیگه این حق مطلق بوده یعنی اونی که اونجا از میان رفته و اونی که برآمده باطل مطلق بوده توی همون تفسیر قرآنی خاور مسلمان و ما دیگه با خیلی راحت میتونیم محمد رضا شاه و همه کارهایی که بعدا انجام شده همونجوری بکوبیم که مؤمنین کفار رو میکوبن یعنی همچین نگاهی نه به این سادگی نیست داستان به این سالگی اولا که یعنی من که اینقدر مفصل گفتم این داستان رو نمیدونم انجا باید بازگو کنم احتمالا اون همیهنه گرامی هم برنامه های دیگر اصلا نهیده بوده حدس میزنم فقط اون یکی دیده بوده حالا درش که خواسته دیده از داخل این داستان کشورهای خاور زمینی مسلمان اینا اونایشون هم که کوشش کردن راه دموکراسی رو برن که عاقبت به خیر نشدن که یکیش پاکستانی ترکیه است حالا اونی که به ما نزدیک‌تر می بود اگر 28 مرداد رخ نمیداد پاکستان میبود. چون اگر که اون انجام نمیشد من چامل عرض کردم ملاک ها بر موقعیت خودشون میماندن. ماندن امنای مذهبی هم بر موقعیتشون میماندن. بعد ما یه دموکراسی می داشتیم که ملاک ها می اومدن تو مجلس میشستن با و گفتار و اینها و امنای مذهبی هم فشار بسیار می آوردن و هر وقت که این ملاک های که برگزیده شده بودن و در مجلس بودن به حرف امنا گوش نمی فشار خیلی شهیدی بهشون آورده میشد از توی اون اومنا اگه لازم میشد اون اومنا مساوی حتی میرفتن زود یه حزب میزدن و انتخابات بعدی هم میبردن شما تصور کنید مثلا در فرایند 28 مرداد مثلا شاه میرفت تبعید و ایران جمهوری میشد یا اصلا نمیرفت تبعید مثلا میموند اصلا اه اه مشروطه و اینا میموند ولی اونی میشد که روانشاد شد مصدق دوست داشت اون کاملا میشد و اینا کار خودشون میکردن بسیار خوب. فرق اون چه جمهوری میرفت چه جمهوری میشد چه خوندنشی میشد یعنی در عمل دموکراسی میشد دموکراسی اونجوری که مصدق دوست داشت و این اینا حالا می‌خواستن حالا نفت اونجوری ملی کنن که حالا هم به فرنگی نمیرسید ولی حالا دیگه اونم هر چی میشد کاری نداریم ولی اصل مطلب اینه که از یکی دو سال بعدش یا حالا کودت های کمونیستی میشد ما اون نفوذی که اون اونا داشتن دست اونا یا امنای مذهبی می اومدن و یه حزب می زدن آقای کاشانی حزب می زد. و من نسبتا مطمئنم که حالا یه حزب میزد یه خمینی می زد. تندروتر از مال کاشانی نواب صفوی می زد اونا یه حزب می زدن و من قول میدم که این گروه های اسلامی که از میان رو گرفته یعنی معادل اصلاح طلبای امروز تا تندروش یعنی بیت رهبری امروز اون زمانم بود دیگه معادل همونا. اونا همه با هم نزدیک 60 درصد آرا رو تو جامعه توسعه نیافته ایران کاملا دموکراسی و بعد با حالت طبیعی دیگه خودشون پول نفت رو که حالا مثلا اگه مصدقم کامیاب شده بود ملی کنه که نمیتونه حالا اگر میکرد یا هرچی یا پنجا پنجا درست در هرچی چی میخواست بکنه اون پول هم میگفتن بخش بزرگش خرج اوقاف میکردن و همین که بعد جمع اسلامی هم میکنن و مثل رانت پخش میکردن دو داخل یه دموکراسی یارگیری این گونه بله بله کی رو وقتی 60 درصد مجلس مال ام، تمام بحث محمد رضا که حالا اون اون الفاظ فلسفی رو پیدا نمی‌کرد که اینا رو بگه ولی اینتویتیو میگفت میگفتش که تو ماموریت من برای وطنم هم جای دیگه هم میگفت که وقتی جامعه توسعه نیافته از نظر اون یعنی وقتی فرهنگ ما تو زبان خودمون تو برنامه خودمون میگیم اون جامعه ای که جهان نگری درونیش روی خردگرایی و تولید نیست مهم. وقتی در اون درجه نیست شما اینجا وقتی دموکراسی نصب کنیم اون،, اون جامعه که اصلا دنبال این پیشرفت نیست مهم. اون مهتران کلاسیکش سنتیش اینه که دنبال نخود کشمش و چیزای دیگه هستن مثل کشور اسلامی اینا میان انتخابات رو میبرند و بعد دیگه نمیرن دنبال نخودسی ها مثل پاکستان ممکنه تا دیویس سال درسته ولی این حتی اه. شهرم جان اگر که به ضرب ارتش در جای دیگری مثل ترکیه هم چند دهه جلو این کار رو بگیرن فرجامش این است که بالاخره به دامشون به دامنشون خواهد افتاد همچنان که ترکیه افتاد درست حالا اونها یه مقدار بیشتر رفته بودن جلو اتفاقا خود ترکیه نمونه یه که اگه اولی خورده گشایش کنی بعدا به اون اندازه دوباره بر نمیگه چون هنوز ترکیه از پاکستان جلوتره دیگه درست چرا چون درست طبق همین نظریه محمد رضا شاهی آتا و پسینیانش اول با زور شکافته بودن رفته بودن جلو نرسته. چون کارهای آتا ترک دموکراتیک نبود نه. ولی به اصطلاح جمهوری اونجا بود ولی هر وقت اومانای مسئله صحبت میکردن کارشون با مرگ بود درسته اونگی دموکراسی نیستش که ام... جان این تصویری که تو داریم درست میکنی تو ذهن شنونده و بیننده درباره اینکه اگر شاه خانه نشین شده بود یا اینکه اصلا شاه به ایران برنگشته بود و ایران جمهوری شده بود و دموکراتیک بود که کاملا تصویر واقع بینانه است به نظر من همه تازه منوت به اینه که در اون روزها کشور کامل به دام استالین نمی افتاد اون چی که بین 25 تا 28 مرداد گذشت نشان از این میداد که کف خیابانهای شهرهای بزرگ در اختیار اون نیروی منسجمی که اون نیروی منسجم حزب توده و عواملش بودن و اگر میافتاد به دست استالین و ایران رفته بود در پشت اون میله های سرد دوران جنگ سرد احتمال خیلی زیاد همون سرنوشت تلخ رومانی و بلغارستان و آلبانی هم حتما منتظر ما بود حالا به حال یه یه طرف است دیگه کمونیست ها که پیروز میشدن اونا من مسلمان خیابون یه طرف است چون وقتی میان سر کار و بقیه خوب خب اعدام میکنن و دیگه بعد همینجوری سیستم خوشو میره جلو من حس میدم یه 35 سی 40 درصد امکان داشت که اونا پیروز بشن با اون دستگاهی که بعدن تو ارتش پیدا کردن از افسران و درجه دارانی که به اندیشه های چپ رادیکال گرویده بودن احتمال اینکه میتونن یه کودتایی بکنن کشور فتح کنند بگیرن با کمک شوروی اینا 30 درصد بود 40 درصد بود <applause> یا اون میشد یا اگر هم کامیاب روان روانشاد مصدق موفق میشد با یه ارتش رفرم شده از خودش زیر کنترل نخست وزیر آمده یه جوری, جوری اونا رو بگیره حالا شاید میتونست و یه اکثریت مذهبی قوم بعد مدل دموکراسی پاکستانی میشد احتمال این که نه کمونیست سر کار و همین دموکراسی یه دموکراسی میرفت که به سوی پیشرفت بره و دائم بره جلو به صفر میل میکنه چون برای اینکه شما بخوای وقتی به دموکراسی برنشستی بخوای بری جلو باید بدنی ذهنی قومت اون خردگرا و پیشرفتگرا باشه که مال جامعه اسلامی نیست اونجا امنای مذهبش میان حزب میزنن 60 درصد رو میبرن بعد میشن اونجا تو مجلس تخم خورد میکنن یعنی اتفاقی که بعد زو... انقلاب افتاد بلکه دموکراتیک میافتاد ده در درصد 15 درصد دست آقای خمینی و نواب می بود رو ها سی چهل درصد شاید مثلا کاشانی اینا می گرفتن شاید ده در 15 درصد هم مسلمان های کرواتی مثلا مثل بازرگان و اینا بدن اینا می بودن جامعه ایران دنبال اندشه های سکولار و فلسفی و سازندگی سنتی اینا نبود چیزی که این همی هنان اشتباه میکنن و یه نمونه های خیلی عجب و غریبی میرن مثلا میگن مثلا مثلا جمهوری آمریکا رو نگاه کن پس از بنیاد گذاشتنش چه خوب رفت جلو خودش هم خودش رو ویرایش کرد مثلا بردهداری هم گذاشت کنار رو از این حرفا عیز من اون یه جامعه ایه که بستر فرهنگیش رو اون لول دیگه از اول قرار گرفته بوده این قبلش پروتستانتیزم انجام داده بودن جنگ های داخلیشون تو اروپا کرده بودن این اندیشه رو به پیشرفت خردگرا اینا جا افتاده بود بعد تازه سوار کشی شده رفتن آمریکا اونا پاشون که از کشتی به خاک رسید، ذهن اون آلمانی یا انگلیسی یا اسکاندیناوی پروتستانت که اونجا می‌رسید فقط سازندگی بود و بدنه فکرش رو خردگرایی میچرخید و رایزنی آزاد و خردگرا بله وقتی شما جهان نگرید به این درجه رسیده اونجا دموکراسی رو نصب میکنی آره آره اون میتونه خودش از درون خودش درست کار کنه نماینده رو پیدا کنه خودش خوش ویرایش کنه بره جلو امه. ولی وقتی که جهان نگرید تو حالت اسلامیه وقتی این دموکراسی نصب میکنی میشه پاکستان یا کاتولیک قبل از رفورماسیون لوتره انکویزیسیون مثلا ام... حالا این همی دارن این از اول گرفتن بعد دیگه پدیده ها رو به عنوان چماق استفاده میکنن نه بونه آنالیز مجد. مثلا یارو تصمیمشو گرفته که اگه مصدق آباد شد، چون مثلا, مثلا بابای خود میبوه میگم چی بود هم خاطر به اون بخشه تصمیمشو گرفته که اون عالی میشد مجد. بعد میره دنبال برهان که یا کوتاک نیک از این تا مدل آمریکایی بود میگم بود نه زن گرفتن بردن این یکی بی شخصیت ها اومدن سر کار که نوکر فرنگ بودن دستشانده بودن نمیدونم تسلیحات فرنگ و فقط می خریدن دستور گرفتن چون که ببینید که خوشش میاد از تئوری توسعه مدل پهلوی انتقام از سیستم رو را رفت خوب جا بودن دیگه مسائلی که انتقاد میکردن از دید این فقط یه مش آدم روانپریش احمق خرابکار اینا هستن تصمیش اول گرفته بعد فقط برهانه رو دیگه پیدا میکنه برام جان افسون بر مسائلی که گفتی به صورت بنیادی درباره این اختلاف نگاه به یه رخداد مهم یعنی آنچه که در مرداد 1332 گذشته و اینکه ایران چه میشد اگر این گونه نمیشد این به کار بردن واژه کودتا فارغ از اینکه کسی ارادت ویژه‌ای به مصدق داشته باشه یا علاقه وافری به شاه فقید به کار بردن واژه کودتا چون کودتا به کارگیری قدرت معمولا قدرت نظامی برای ساقط کردن دولت قانونی و قبضه کردن قدرت. آنچه که مثلا در شیلی رخ داد فارغ از اینکه کسی از آلنده خوشش بیاد یا نیاد کاری که جنرال پینوشه کرده اسمش کودتاست برای اینکه میاد با نیروی ارتش رئیس جمهور قانونی رو حالا بده یا خوبه کار ندارم سرنگون میکنه در ایران هنگامی که 25 مرداد حکم عزل نخست وزیر برکنار کردن نخست وزیر به مصدق ابلاغ شد از اون لحظه ایشون خواست وزیر قانونی نبود در حقیقت بین 25 تا 28 مرداد مصدق و فاطمی و کسانی که نزدیک به او هستند عملا دارن عمل ها رو انجام میدن. یعنی عمل غیر قانونی انجام میدن یاقی بودن پس از 25 مرداد دقیقاً این اندازه تکنیکی این واژه اونجا ایراد داره من نمیگم حالا همه ناچارم بگن قیام ملی نه مسئله چونه زنی نیست مسئله اینکه یه ترمو تکنیکی ما درست به کار بگیریم بله و از این رو اصرار زیاد بر به کار بردن این و به بیجه مدل سازی کردن مثلا با فرض کنید امریکای جنوبی یا آنچه که در عراق میگذشت آنچه که در بارها در عراق رخ داد در افغانستان رخ داد با در یونان توسط حکومت سرهنگا رخ داد اینها از نظر تکنیکی ایراد داره یعنی مقایسه درستی نیست شرم جان یکی از چیزهایی که چهار یا پنج تن از بینندگان در حقیقت یک نقدی داشتن روش و دو سه نفرم تلفنی یا شفاهی به من گفتن یه هفتش نفر توی این دو ماه شاید این مکتب رو گفتن داستان خبر ها بوده؟ <applause> نه نه <زمان> در <applause> ها بود گفتن که خب حالا این نظام باخترزمینی زمینی دموکراتیک هم که دیدیم که در در 15 سال گذشته دست کم شادن بیشتر چه حماقت هایی از خودش بروز داده چه خودزنی داره میکنه و چه ابتزال توشه بله. و یه جوری رفته به سوی تحمیق مردم حالا نمونه زیاد از انتخابات اخیر امریکا بگیرید همجوری بروید تا آنچه که داره در اروپا میگذره و این مطلب کار کارکنس که دیگه عملا داره دانش رو زیر پا میگذاره داره آزادی بیان انسان ها رو در جامعه میگیره میگن که این هم تقدسی نداره و اگه میشه به اینم بپرداز چون مطلب بله, بله. وقتی من میگم اروپایی های پروتستانت یا از این حرفا که میگم منظورم این اروپایی های شمالی بیچاره است تا آخرای سالهای هشتاد میلادی عواسط نود بله تمدن اروپای شمالی از سال 2000 2005 روی فرایند خود نابودی افتاده تمدن های دیگری هم تو تاریخ همین راه رفته بودن که الان من نمیخوام حرف مثل اشپنگلر بزنم اصلا من ربطی نداره من یه تزی خیلی ساده رو بیان میکنم که اون از جوانی و میان سالی نه حرف دارم بذار که اون استعاره رو ببین امپراتوری روم در آغاز که از یه شهر کوچیک آغاز کرد به رویدن 500 پیش از میلاد یا پانصد ده پیش از میلاد شاهشون از شهر بیرون کردن جمهوری شدن شاه مالی قوم قریبه بود اتروسکی ها جمهوری شدن بعد شروع کردن مناطق دوروری خودشون اول زیر فرمان آوردن ظاهرا با موفقیت انجام دادن در از دیویس سال هم مشکلات در طبقاتی درونی خودشون حل کردن هم مرکز ایتالیا رو زیر فرمان آوردن و بعد اون موقع وقتی تمام ایتالیا رو زیر فرمان آوردن که اونم همون تو فرانده دیویست دیویست پنجاه سال تموم شده بود بعد با کارتاجی ها درگیر شدن و بعد پس از پیروزی برای نخستین بار به قدرت جهانی تبدیل شدن یعنی قدرت بزرگ و پس از که یونان رو زیر فرمان آوردن سیصد و پنجاه سال پس از بنیاد گذاشتن جمهوری به قدرت جهانی در آمدن در تمام مدت که آدم به ویژگی های درونیشون نگاه میکنه که خوشبختانه به خاطر وفور اسناد کتبی که به جا گذاشتن میشه مدل سازی کرد جامعهشون رو تمام جامعهشون ساخته شده بود روی فضیلت‌های های سخت کوشی راستگویی فرمانبرداری از زنجیره های فرماندهی وفاداری به خواسته های سنا و اون دستگاه حکومتی مرکزی که دستگاه های حالا نیم دموکراتیک هم بود یعنی بدنی مردم رو هم باستاب میداد داستانش خیلی پیچیده از جمهوری روم ما واردش نمیخوایم الان بشیم با بخش های پلبیش و پاتریسیش و موضوع مورد علاقه کودکی من بود من میتونم در موردش هزار ساعت همینجوری صحبت کنم ولی موضوع اینه که این ام این امپراتوری هیولاوش از 150 پیش از میلاد وقتی پول زیاد سرازیر شد به روم بخاطر خاطر اون پیروزی های بی پایان 150 130 پیش از میلاد آثار دگرگونی فرهنگی تو لایه مهترانش هویدا شد که همون فضیلت هایی رو که پیشتر اینا رو برکشیده بود همون سخت کوشی رومی ساده زیستی رومی فضیلتها شروع کردن به گم شدن داستان شاله درازه که حالا بعد کار به جنگ داخلی رسید بعد جمهوریشون از دست دادن دوران قیصری اومد و قیصر اولشون که آگوستوس یا آدم نابغه بود کوشش کرد فضیلت های از دست رفته رو دوباره باز آموزی کنه و برخی تاریخ نگران میگن که همین باز آموزی سی ساله دوباره بینید یه نفسی سی ست ساله دیگه داد یعنی فضیلت ها رو یه بار دوباره یعنی به آگاستین نخست یا همون اکتابیان وقتی که نظام نظام در حقیقت پادشاهی شد از جمهوری به پادشاهی باز یه نفسی که این داد باعث شد که مرگ امپراتوری روم سه صده به تاخیر بیفته فضیلت‌های از دست رفته رو که تو 150 سال آخر جمهوری به هم ریخته بود از راه یه دوران 30 40 سالی خیلی دراز یک و نیم نسل برای اون زمان دوباره به زور بازآموزی کرد حالا چجوری این کار رو انجام دادن اینا دستگاه های اداری داشتن و مراتب ما، ماگیسترات هایی داشتن که این کار رو میکردن به نام سنسور ها و اینا کنار خیلی خیلی پیچیده ای این چجوری موفق شد این رو بکنه ها رو که بازسازی کرد دوباره اون توی اون رفاه دائمی که الان پدید اومده بود تو این امپراتوری مم. تا بیان فرو بریزن یه 300 سال دیگه بهش نفس دادن بعد دیگه پاشید نابود شد بعدش رفت چیزی که چه در دوران پایان جمهوری و چه بعدا تو اون فروکش تدریجی در دوران قیصری هویدا بود این مسئله ای بود که رفاه فضیلت های اینا رو کشت ظاهرا رفاه و امنیت روی مغز هوموساپینس اثر خوبی نداره یعنی <polarization> شما وقتی در رفاه و امنیت زندگی میکنی ارتباط تو به دلایلی با جهان واقعیت از دست میدی من نمیخوام تبلیغ کنم که ما پس باید دائم در بدبختی زندگی کنیم که کار باشیم یعنی میخوام بگم این اتفاقات که سر اروپا الان داره میفته اینا قبلا سر تمدنای سخت کوش دیگه قبلا اومده من خودم تو نه،, فقط رفاه مسئله انباشتگی سرسام آور ثروت الان اتفاقا خیلی نمونه خوبی رفتی سراغش در حدودا دهه های پایانی جمهوری روم که آدم های سوپر و مثل کراسوس میبینیم مثل پومپی میبینیم حالا جولیوس سزار تا اندازه بعدا مارک آنتونی میاد و مسائلی که پیش میاد یه جوری حالا نمیگم کاملا ولی یه جوری یه مقدار با انباشتگی ثروت امروز در نزد کورپوریشن های قول که از توش میاد بیرون الان ماسک میاد بیرون جورج سوروس میاد بیرون بلومبرگ میاد بیرون خیلی هم به نظر من بی مناسبت نیست همچین مدل سازی هم باشه سرمایه تو پایان جمهوری شباعت پیدا کرده بود با اون چیزی که ما الان داریم مثلا کراسوس برخی دارایشو به مال امروز با دو هزار میلیارد یورو برآورد میکنن که این اینقدر زیاد بود که وقتی میخواست مثلا به ایران حمله کنه تمام سپاه و هشت لوژیون و دوتا لوژیون آکسیلیوم و اینا رو همه رو از جیب خودش با یه چک نوشت داد مثل اینه که یک کسی الان اینقدر دارایی داشته باشه که بتونه حمله به یه ابرقدرت دیگر رو از جیبش بده یعنی اینکه چهار تا ناو هواپیما رو الان عدادش اینجوریه دو میلیون نفر آدم و نزدیک 1200 هواپیمای جنگی رو باید بتون با یه چک بکشه بده که این معادل هزار میلیارد 800 میلیارد نیستن چه این دور برا یه همچین دارایی اون زمان تو دستای اندکی جمع شده بودن حالا دلیلش به خاطر تولید صنعتی امروز نبود بلکه این بود که این امپراتوری داشت شیره تمام جهان رو در حقیقت میکشید که تصرف کرده بود حالا ما وارد جزئیات نمیخوایم بشیم لب لباب داستان اینه که هم سوپر میلیاردرا پیدا اومده بودن تو لایه مهتران که فضیلت های رومی رو توشون کشته بود اه. اینا فقط دیگه در حال فقط پرخوری و نمیدونم گرایش زیاد به کارهای جنسی و خوشگذرانی فقط به سر بردن. و قشر میانه هم که بدنه سخت کوش جامعهشون بود که از اونجا قدرت اصلی نظامشون هم برمی اومد حالا به دلایلی هم خودشون بخشاشو نابود کرده بودن قبل از اون کوشش به رفرم برادران گراکی ما واردش نمیشیم ولی اون امنیت و رفاهی که بعدن دائم به مدت 20 سال اومد روح اونا هم کشت یعنی یه حالت روحی تو همه پید آورد که آقا این امنیت و این رفاه که میبینی به همین حالت تا روز رستاخیز ادامه خواهد داشت تو چون تو, چه, تو چه به خودت زحمت بدی تو زندگی چه نه یعنی یه دورانی اومد مثلا دوران ترایان یا هدریان یا اینا اواسط صدی دوم میلادی که آخرین بحرانی که دیگه رخ داده بود مثلا مال مثلا 160 سال پیش بود یعنی مال شیش زادگان گذشته پدر بزرگ پدر بزرگ پدر بزرگ آخرین بار تو اونش بحران دیده بود بعد از اون دیگه فقط رفاه خفه کننده بود و امنیت و این همین رومی های سخت کوش که زبان زد بودن در سخت کوشی ممزن بهشون میگه پروستی های روزگار باستان بودن الحق بودن بیچارا قبل از اینکه اونجوری وابرن به, چنان حالتی وارفتن که دیگه غیر قابل تشخیص بود توی مش آدم فاسد وارفته دیگه آخر فقط میدی که واقعا قبلش مثل پادگان پروسی بود میزان دیسیپلینش اونها مختره واژه دیسیپلین این قوم بود دیسکیپلینا از فعل دیسکره میاد یعنی آموختن یعنی تو انقدر اون سرباز و آموزش دادی تا میتونه بر خیشتنش استوار بشه بر خواسته هاش خودش خوش کنترل کنه به داری برسه از رو آموزش مختره این واژه این قوم میتونی تصور کنی که آلمانی اون زمان آلمانیا قدیم اون زمان من خودم وقتی نوجوان بودم گمان میکردم این بلای وارفتن و فرو پاشیدن سر اروپا و جهان مدرن نمیتونه بیاد برای اینکه بگفتم ما امروز تاریخ شناسی مدرن داریم جامعه شناسی مدرن داریم همین نمونه رومیا رو برای نمونه میشناسیم بنابراین هر وقت که بخواد یه همچین چیزی رخ بده و سیستمی وا بره خود مهتران قوم از روی شناخت جلوشو میگیرن این یکی از بزرگترین دیده های زندگی خود من بود که وقتی دیدم نه اینم جلو چشم من با رفت یعنی وقتی پس از جنگ جهانی دوم این رفاه از سی چل پنجاه سال گذشت یعنی از سال هفتاد به این ور مسئله سخت کوشی، مسئله منطقگرایی، مسئله دیسیپلین در جوانانشون تبدیل به یه مبحث مسخره شد و بعد یه سری افراد پیدا شدن حتی اینو تئوریزه کردن که مکتب فرانکفورت بود <applause> که آقا سخت کوشی و نمیدونم دیسیپلین هست مال خره ما وارد یه دوران پست مدرن شدیم که یه سری قانونهای دیگه ای داره قانونهاش هم اینه که تو تا دلت بخواد میتونی حرف مفت بزنی. و کار بی تو زندگی بکنی همون اندازه ارزش داری که اونی که با سخت خوشی داره تولید میکنه و این بنیاد اندیشه لفت لیبرال شد ولی اگه یکی از من بپرسه که انگیزه بنیادی 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 چی بوده که همچین هزیونیتوش بیاد بیرون رفاه و امنیت دائمی رفاه و امنیت دائمی از نسل دوم سوم به اونور ظاهرا توی مغز هوموساپینس ارتباط با واقعیات رو میگسله و وقتی که گسه است سر از هر گونه دیگه جایی و تئوری میتونه در بیاره و این اتفاق اینجا افتاده و ما به چشم خودمون الان داریم فروپاشی این تمدن این رو داریم میبینیم آیا چیز جالب نه فاجعه است چون این تمدن شمال اروپای پروتستانتی این, این, فانوس بشریت بود که آدم اینجوری کار میکنه و همزمان وقتی اینجوری کار میکنه و صنعتی کار میکنه انسانیت رو هم داره چون اینا مسئله انسانگرایی یا نره هومانیزم هم کشف ایناست دیگه مم. مثلا ژاپنیا یا چینیا که بخش صنعت و درک کردن از اینا ولی به انسانگرایی کششی ندارن مم. فانوس اصلی بشریت اینا شده بودن تو این 500 سال اخیر به این ور و اکنون که دارن خودشون خودشون رو نابود میکنن با هزیونهای باور نکردنی که اگه پدران و پدر بزرگاشون دیده بودند واقعا شگفت زده به اینا ظلم میزدن که این دیگه چه دیوانه یا این حرفا رو داره میزنه میگم این رفاه مغزا اینا رو متلاشی کرد بله در آینده ممکنه اینا سقوط کنن از بین برن الان مسلمان هم که دارن گر و گر وارد خودشون میکنن اونام که زایششون از اینا بیشتره یک من یک فاجعه انفجاری فروپاشی وحشتناکی رو برای آیندهشون می ولی 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 تمام اینا چه ربطی داره به ایرونیا آقا اینا خب باشه 500 سال خودشون راه و روش موفقیت رو پیدا کرده بودن فضیلت ها رو داشتن پیشرفت کرده بودن بشریات رو با خودشون کشوندن تا اینجا آوردن خیلی همت بزرگی کردن الان تا ظاهرا تو رفاه و اینا مثل اینکه نسل نوشون دیوانه شده داره خوش نابود بسیار خوب تو که چهارده قرنه بعد از اینکه اسلام اومده همه چی تو از دست دادی به تو چه رفتی داره این, این خوشحالی که ممکن برخی از ایرونیا بکنن مثل اینه که بگن خب اینا دارن مثل یه شاگرد تنبلی در یه کلاسی که یک نابغه در شاگرد اولی بوده که در المپیاد ریاضیات هم موفق می‌شده الان شاگرد اول دیگه درست درس نمیخونه مثل این اواخر دست به الکل و مواد تو داره میبره اون رفوزه داره خوشحال میشه که حالا که این دیگه نیست که پسی پس, پس کسی دیگه حماقت منم نمیبینه این افسون برای که هنگامی که یک جایی به نام غرب وجود داشت به هر حال یک پناهگاهی بود برای کسایی که به دلیل ناچار از گریز از میهنشون میشدن و از خاورزمین میآمدن به اینجا وقتی اینجا با همون درد دوچار بشه و خودش خودزنی بکنه جای خوشحالی نداره برای اینکه همون معمن همون پناگام از میان میره درسته مثل ددان و گرگان اینا فانوسی بودن که بقیه بشریت رو با خوشون میکشوندن در من... اینجا اتفاقی افتاده که خیلی عجیب و غریب بوده تو این چند روز گذشته سازمان CIA یه آگهی داده برای استخدام بله تلویزیونی آگهی خیلی سر صدا کرده برای اینکه یه خانوم سیاپوستی میاد میگه که من استخدام سیایه شدم و سیایه باید خیلی افتخار کنه که من استخدام کرده برای اینکه من هم به اصطلاح سیاپوست هستم و هم ترانسکشوال هستم okay. و این گرایش های جنسی هم این و این و اینه و تشویق میکنه بقیه میگه بیاین تو سیایه سیایه سازمانیست که ما باید توش باشیم نه دیگران okay. سراسده ایجاد کرده این است که قرار یه سازمانی وظیفه امنیت ملی انجام بده و چشم و گوشه به اصطلاح کشور امریکا در خارج از کشورش باشه باید بر اساس شایستگی آدم استخدام کنه و بر اساس توامندی ها این که یکی بگه چون من سیاه هستم یا فران های جنسی رو دارم حق من اینجا باشم شما پاشین بیاین همه دور هم باشین داره نشون میده اصلا مثل که خویشکاری یا وظیفه سازمان فراموش شده تبدیل شده به یک سالونی که میخواد یه شوی نشون بده بگه ما از این همه جور آدم داریم به ویژه اگه همه جورها ها بیان حتما جایگاه خوبی دارن هنگامی که بایدن رئیس جمهور شد خب فرمانده پنتاگون رو عوض کرد یعنی وزیر دفاع رو کابینه جدید و بعد یک دفعه حدود 17 18 تا فرماندهای رد بالا رو عوض کردن در ارتش حالا دولت جدید اومده میخواد این کارو بکنه ولی آقای بایدن وقتی اومد رو معرفی بکنه تک تک ویژگی هایی که می گفت فقط این بود که فلانی هندی تباره فلانی تبار آسیایی داره فلانی بایسکچواله فلانی ترانسکچواله فلانی از سرخوستان امریکا بوده یعنی ابدا اونجا ویژگی نبود که این فرمانده مثلا این ویژگی رو داره در فرماندهی در مدیریت در آموزش در کاتسازی و بعد هنوز اون ایده که یه مقدار شعور دارن تو امریکا و گاه تو رسانا پیداشون میشه میگفتن ما نمیفهمیم چرا باید یه همچین چیزی باعث تعریف جایگاه نظامی بشه اصلا کار نداریم آقا این پیش زمینه نژادیش چیه یا گرایش جنسیش چیه این آدم این کار است توانمنده باش اگر نیست که خب جای اون نیست و اینو نشون داد که در زدن خودشون و تیراندازی به پای خودشون دارن واقعا با سرعت برق حرکت میکنه. نشان جان یه, تمدن رو به نابودی و دلیلش هم از،, از, رفاه بر اومده و بعد این رفاه تبدیل به یه ایدئولوژی مفتخوری و خود نابودی شده درست. که من دقیقا هم چپ لیبراله و هم که خود گفتی که مثلا چون کارآمدی براش دیگه اهمیتی نداره میره دنبال این که آیا اون شخص بنده کافی از اقلیت ها هست یا نه درسته این هم همش شوه همش کارنواله بابا دیگه بخش های امنیتی تو دیگه نمیتونی از این مسخره بازی ها بکنی حالا گیروم تو میگم بخش های چه میدونم حالا ارزش ج... کم داره مثلا تو هالیوود این ورم. ولی ولی بخش امنیتی و اقتصادی رو اون جایی که واقعا پرفورم باید بشه درسته چیزی باید واقعا به انجام برسه اونجا مگه از این دلک بازی ها پیاده کنی خب این در اولین فرصت این بدنه در خودش فرو میزنه اولین طوفان در هم میشکنه 100 درصد به گل میشینه بگیر من فقط عرض من فقط اینه که آقا به ایرانیا چه رب داره ایرانیا که چارده قرن همه چی رو از دست دادن خودشون دیگه از دیگه به بدترین درجه فرو نشستن اون چیزی که اینا میخوان تو آینده به شاد برسن ایرانی ها از راه اسلام چارده قرن پیش همه رو از دست دادن نابود شد خب اوکی آقا شما کاری نشته باشید که غربی چرا تصمیم گرفتن خودشون خودشون نابود کشور خودشون میخوان خوشون نابود کنن به تو رب نداره تو فعلا بعد از چهارده قرن فعلا این،, این کشور تا دست این مهاجم های دیوانه پس بگیری که چهارده قرن داره همچین می تا تو اونجا رو پس بگیر فضیلت ها رو برساز اصلا خدا رو چه دیدی شاید انگامی که وقتی ندارن خودشونو به خاک سیاه می ایرانی که دوباره اون فضیلت های رو پیدا کنه و اونی که بتونه فانوس جهان بشه عملا. اینجوری فکر کن نه اینکه ما از خوشحالیم که خب ما که یه چیز بودیم رفوزه بودیم حالا اینا به دارن رفوزه میشن. دیگه با همدیگه میشنیم زار زار میکنیم که دیگه همه هم اون با هم بدبختیم این وقتی من چی؟ من وقتی باشی بنابراین فرنگی ها رو میگم و این ور رو به ها رو عنوان یک زخم زبان بیدار کننده به کار میبرم منظورم همیشه اون فرنگی هایی که من خودم تو از اینجا دیده بودم بازمانده هاشون رو سال هشتاد میلادی وقتی که من آمدن به آلمان کودکی اونا هنوز زنده بودن همون, پروت همون پروتستانت های تمام رو منطق تصمیم گیرنده یه سخت کوش فروتن مم. ترکتور کاری و تماما فروتن یک کامبینشنی آمیزه عجب و غریبی بودن اینا الانه که به این حالت دلغکی دارن در میان و من از اینی که دلغک شدن اینها رو دیدم به عمر خودم توی عمر فرایند سقوط دیدم تازه تونستم برام خیلی از گره ها در مورد مثلا فهمیدن رومی ها حل شد که چجوری از بین رفتن که اون بس که تو کتابای تاریخ بود و نمیفهمم شرم جان چون همیانان اینم هم بدونن اروپای پروتستانی یا غربی پروتستانی که شهرام مثال میزنه علت این که روش تاکید داره این است که یه نمونه ای که بیشتر قابل لمسه برای همیهنی که شنونده یا بیننده برنامه است چون به حال دیده تو دهه مثلا فرض کنید 50 60 70 هشتاد میلادی چقدر ساختن چقدر جلو بردن چه دستاوردهایی داشته چگونه کشور رو صنعتی کردن حالا از پیش از اون اومده ولی دست کم تو این دهه اخیر شد حس کرده باشن میشود اگر قابل حس بود حتی ما یه ایران ایرانی دوره ساسانی هم بیایم به طور نمونه ازش یاد کنیم یه نیروی فرمانبر علاقمند خوشبین به زندگی سازنده سخکوش میکوشه که خردمندانه زندگی کنه میکوشه که وجدانی عمل بکنه منطقه چون ما برامون گذشته بسیار دوری است و شاید نمونه لمسی نده به همیهن ما مرتب از به اصطلاح باختر زمینی شمال اروپایی یاد میشه در این گفتگوها ولی شما اگر می یه همچین تجسمی بکنید خیلی خوبه که اصلا به جای اون بیایید یک ایرانی پیش از اسلام دوره ساسانیان بذارید اونجا درست میگم شما خوبی دیگه هم که اینه که به, به مال ایران کهن زرتشتی مال این هم ریشگی داره شباهت هم ریشگی داره نه فقط آنالوگ بلکه هومولوگ یعنی از ریشه یکیه نه اینکه فقط از روی همانند سازی چون در حقیقت اینا می قوم هند اروپایی بودن و این آین هایی هم که اینجا بدن برکشیدن ذاتش به همون فضیلت هایی که زرتوش تبلیغ می کرد همانندی داره یعنی هم ریشگی داره میشه گفت اینا در حقیقت ادامه تبلور یافته شکست نخورده خودمون هستن بنابراین دو چندان میشه بهشون اشاره کرد البته میگم قبل از که دلغک بشن که توی این تو این 20 سال اخیر حالا یه مطلب دیگه بگم با تمام دلغک شدنشون هنوز از ایران یا از کشورهای اسلامی هزار درصد جلوترن این من بگم یعنی اون آلمانیایی که من دیدم به چشم خودم تو کودکی اونا دو هزار درصد از ایرانیا یعنی 20 برابر افیشنسیشون بالاتر افیشنسیشون بالاتر بود کار آمدی الان که سقوط کردن 50 درصد 60 درصد همه چی رو از دست دادن آیتی بودن قدیما همین حالت وارفتهشون هنوز ده برابر هشت برابر کارآمدتره <applause> حالا ما امیدواریم که وقتی که اگه بتونیم این آسیب های تاریخی رو که خورده لای رو بکنیم و اونجا رو از نو برسازیم یه کانسپت فلسفی هم داشته باشیم که چگونه میخوایم برسازیم شاید تا یه راهی پیدا کنیم که اگه ما بعدا کارامون حل کردیم و به رفاه رسیدیم ما دیگه واقعا بعدا به این خاک سیاه نشینیم به خاطر رفاه این راه راحل تاریخی هم برش قبل از اینکه بخوایم مثلا این مشکل رو حل کنیم فعلا اصلا باید به با اون موفقیت برسیم و فعلا کسی اونم نیستیم یعنی توی در همون همون حالت شکست خوردی از محاجبین بیابونی هنوز به سر میبریم که بازماندگانشون هنوز دارن تو کشور آدم میکشن کاملا درست کاملا درست خب امروز باید این مطالب رو عنوان میکردیم برای اینکه انباشتگی از ابهام در نزد همیهنان نباشه که بتونیم برای نشست بعدی که نشست 23 م خواهد بود نشست آینده به دهه 40 و دهه 50 خورشیدی بیشتر و بهتر بپردازیم و بکوشیم که و بکوشیم که از اونجا کم کم وارد انقلاب اسلامی و اون چیزهایی که اونجا رخ داده بشیم خب پایان من فقط دوست سنو... دو نکته فقط بگم یکی اینکه اولا از همه همیانا خواهش میکنم که کامنتاشون رو ادامه بدن برای برنامه ها م. به بیشه منتقد م. و اینی که من نظریه یک کلاسیک جپ ملی رو زیر سوال میبرم به این معنا نیستش که من میگم که پس اون روش که شاه رفته اون همینجوری درست بوده ما دهه چهل و پنجه که بشکافیم من بعدا نوبت انتقاد شدید از اشتباه فجیه اونا میرسه بلکه اینجا فقط یک کانسپت چیز منطقیه که میخواد فقط دستگاه تو تمامیتش ببینید که چه کار شدنی بود چه کار شدنی نبود این هواداری و کوبیدن این اون نیست من از همه همه, همه هنها خواهش میکنم که حتی اونایی که انتقاد شدید دارن حتما بنویسند چون وقتی که انتقاد رو شما برمیکشید که شخص در پاسخ تازه روشن میشه که تا چند اندازه تئوریش به درد میخوره من از این, این, کسی که انتقاد رو خیلی خیلی سپاسگزارم چون اولا زحمت کشتن که همه برنامه رو نگاه کنند بعد فکرشون رو به سامان کردن که اونو طراحی کنن انتقاد و انتقاد بعدم اصلا نوشتن اینی که ما سپاسگزار هر چی انتقاد شدیدتر بهتر من سپاسگزارم به هر همه کوشش بر این است که حقیقت رو دریابیم و هیچ چیزی بالاتر از حقیقت نیست خیلی خوب از همیانان ارجمند واسه همراهی و توجهشون بسیار سپاسگزاریم پشتیبانیتون از برنامه و کلا از جنبش رنسانس ایرانی لطفا جدیتر پی بگیرید بسیار از توجهتون سپاس گذاریم جان سپاس بسیار و روز و شب همگی خوش بدرود